ها بسم الله الرحمن الرحیم. پس سوالی که شما از ما کردید، میخواید که مثلا در اکسل گپ خود شما چرا این طور میشه امروز در اکسل عدد فارسی بیاید، درسته؟ یعنی مثل ورد که شما خوانده بودید، ای از قسمت آپشن امکان چی نیست که شما برید عدد چی بگیری برای خود، خو اینجا عدد فارسی بگیری. خب پس این راه حل چی است؟ که از طریق کنترل پنل از قسمت ریجنال لنگویج کار به صورت میگیره. اگر شما برید کنترل پنل ویندوز رو باز کنید، به شکل ساده و عادی کار کنی، مثلا کنترل پنل از راهی که باز کردی، حالا فرق نمونه، زمانی کنترل پنل رو باز کردید، حتما میای در قسمت کلاس لنگویج اند ریجن میای. اگر از این طریق کار کردی، میای بالای خود چی کلیک کنی، ریجن کلیک کنی. سر ریجن کلیک کردی، در قسمت آخر به نام ادیشنال سیتینگ پیدا میاد. تابع اول چی؟ تابع اول به نام چی است؟ فرمت. یا در ویندوز 7 اگه باشه ممکنه فرمت چکم تفاوت داشته باشه، جنرال باشه. پس بالای تابع ادیشنال سیتینگ کلیک کنی، اینجا نوشته است که دو تا گزینه آخر مد نظر بگیرید. نوشته است که استاندارد دیجیتس نمبر چی است برای فعلا نمونه انگلیسی. شما اینجا بیاید عدد فارسی رو انتخاب کن. در قسمت یوز نیتیو دیجیت که هستم، اینجا بیا کلمه نشنال رو انتخاب کن. زمانی که نشنال انتخاب کنی، میگی اوکی، حتی عددهای کامپیوتر داخل ویندوز هم سایکو فارسی درست میشه. حالی که در اکسل از قبل شما مثلا عدد وارد کرده باشی، انگلیسی وارد کرده باشی، اتومات اونا چی میشه؟ خود به خود فارسی میشه. و اگر بازم بخوای عدد جدید وارد بکنی، چی زبانی کمتر شما انگلیسی باشه چی فارسی باشه، تا عدد فارسی بیه. دوباره که انگلیسی کنی، حتما موریدم قسمت کنترل پنل ریجنال لنگویج رو پیدا منی، ادیشنال سیتینگ رو پیدا منی، ریسیت میزنی را. تایید شما را میگیرم، ممنون است. زمانی که تایید ما را گرفت، میگیم اوکی. بازم اینا هنوز تغییر نکرده، اینا ممکنه یک دو سه تا رفرش کنیم، ممکنه بازم تغییر بکنه. خب ریسیت. یا کی کارا بونی؟ خیلی مردم ها راستی زنگ میزنه، میگه که ما عدد فارسی وارد کردیم، انتر کردیم، اما پس میخوایم که انگلیسی کنیم، نمیشه. درسته نه؟ به خاطر از اینکه انگلیسی شوه، باز شما چیکار مونید؟ یا این از قسمت می نمبر را میگیری مثلا، پس دوباره جنرال را میگیری. این راه حل چی؟ سعی کن انگلیسی شد یا نه. اگر این کار را نکردید، باز میای یه فرمت کلیر فرمت هم میزنی، اما کلیر فرمت یک بدی داره که جدولی که در اینجا رسم شده باشه برای شما، او را چیکار مونه؟ صاف میکنه. اینی بدی داره. اما شما میتونی یگان وقتا از این استفاده کنی. این راه خیلی خوب بود نبود؟ ما فارسی کردم، ولی پس دوباره چی سلیک کردم انگلیسی نشد. یا ممکنه شما دیتابیس داشته باشی که در خیلی از کامپیوترها رواج است که فارسی انتر منه، این فارسی انتر میشه، اما خیلی هاش انگلیسی انتر میشه. در ما همین مشکلات زیاد مردم ها زنگ میزنه پرسان میکنه. خب پس شما میتونید از قسمتی ایره که خوانده بودید، نه نمبر، بعدش جنرال. یا این کار اگر خواستی که این کارم جواب نداد، میای کلیر فرمت میزنی، اما کلیر فرمت کتیم بدی داره که جدولا رو پاک کنه. به جنرال باشه؟ نه دیگه، ای یک انگلیسی باشه. بریم حالا ببینیم چی میگه. این دفعه از طریق رن وارد میشیم، شارتکت یزی یا کلید میان بوری از intl.cpl است. در اینجا نوشتم intl.cpl پسوند تمام آیتم های کنترل پنل cpl است، intl.cpl. ای رو که نوشته کردی انتر میزنی، راسن بالای ادیشنال کلیک سیتینگ کلیک مونی، از همه قسمت لیست می هی انتخاب مونی، از همه قسمت دیگه میم نشنال انتخاب مونی. بعدش مگیم اوکی، بازم مگیم اوکی. اینو منتظر باش تا فارسی شوه کلن. ای دیگه باز جنرال کار نمونه دیچی. خواه ای حتما موشه، خواه ای باز زده انگلیسی زود فارسی میشه، ولی فارسی که بخوایی چی کنی؟ من خیلی سخت است. ها نوشته کنم میشه. یا قسمت چی فارسی شده؟ من نوشته کنم اینجا از خاطر است. ولی نوشته که باشه، اون من باز موشه. خواهی 100% موشه. باش من ایره یک گبی که نعمت که از اینجا تکرار کنم. نمبر، بعدش جنرال. آره. یه برای حل چی؟ فهمیدش نخیر؟ It is a easy way. خب پس دوباره پس ما کاری ما تکرار نمیم چی جارنیم؟ انگلیسی جارنیم، چون همون با انگلیسی خوب تر است به نظر من. یس اوکی. اگه همانه تو شما رضیت نه، بخی یک بار موله تا گول کنیم روشن بانیم پس دوباره چطوره؟ خواهی ازی من این بالای پروگرام مایکروسافت پس اکسل ادامه درس های دیروز بخیر ما شما کار مونیم. تا کجا رو خوانده بودیم؟ تا قسمت انزرت و دلت و
اما فرمت باقی مانده بود. سه نه در فرمت خیلی چیزای مهم مهم خوب است. شما گلستان که امروز آمدی به خیر رکورد دروز حتما چک کن و اینا همون قدری که آسان است و همون قدر زیاد باز کاربرد داره. خان خیلی هم آسانه هم کاربردی و مهم هم است. یعنی می قسمت سل مثلا قسمت سلی که ما شما دیروز خواندیم خان، یعنی مثل که مثلا جنرال و نمبر و یا الایمنت اینا کاربردی بود بفهم که اینا هم قدر زیاد کاربردی است. اولش هسته به نام روهای. حتما مفهمید که تنظیمات رو را بالایش یعنی فاصله هایش را کم زیاد نه. مثلا خیلی وقت هسته که ما شما مثلا حاضری جرمنی فکر کنیم این حاضری هسته. میم در قسمت فرمت یا بذار یک دانه راستکش جور کنیم. مثلا می نوشتم نیم ساندی در این قسمت نوشتم نیم که ماندی. ای هر دو تا را گفتیم که نوشته کنی کش کنی حتما در انگلیسی جواب میدی. اما فارسی اگر باشه هم جواب میدی. آره اگر نوشته داشته باشی آفرین چقدر خوب یاد چون منده. پس میتونی را انتخاب کنی طرف راست یا چپ. این رقم صحیح شد یا نه؟ اینا رو بخوایم عدد هایش را وارد کنم حتما تاریخ های روز هم مشکی روز ها را وارد کنید. اینجا روزهای هفته و روز ها را پس هر دو تایش را میگیری کشنی تا قسمت آخر را فکر کن حاضری ما 14 روزه است. صحیح؟ پس اینه که انتخاب کنیم از قسمت فرمت بیا ایده قسمت میتونی بگی کالم وید. کالم وید عرضی کالم استاندارد ما 8.11 است. شما میتونی برای حاضری 2.4 استفاده کنی. بعدش انتر بزنی. زمانی که انتر بزنی ایرم گفتیم البته از دو طریق شما میتونی که تنظیم بکنی. طریق دیگه شی است که همه کالم ها را به این طریق انتخاب کنی در قسمت کالم های آخر دبل کلیک کنی. اما یک بدی داره. بدی شی است که به اندازه محتیات را فیت میسازه. آره پکشر نه به اندازه محتیات. یعنی محتیات زیاد باشه ستون زیاد باقی میمونه، محتیات کم باشه ستون کم باقی میمونه. به طور مثال اگر من 30 روز بگیرم یعنی در 20 شماره 20 که هسته کالم کلان میمونه. آره همون طرح سه نه. مثلا من میره اینه بارشم بازم کارنم ایره کشنم مثلا تا قسمت آخر و این هم مثلا فکر کن هر دوتایش رو انتخاب مونم یا هر ستاره ایره کشنم تا نمبر چنده بگیرم 28 29 30. این حالی از اینجا که من ایره سلیک کده مورم از طرف کالم هیدینگ ایره که انتخاب مونم در قسمت آخر دبل کلیک مونم ببینم اندازه محتیات است. یعنی یا نه چطور؟ بعضش کوچیک هم ممکنه بعضش بزرگ است. یعنی صرف فکس به اندازه چی جا با جا باشن؟ به اندازه محتیات. بذار کنید دیگه ایشنم که رسم کنم سعی کنم به اندازه محتیات است. بازی دیگه خوبی شی است که شما از این طریق انتخاب مونی می در قسمت فرمت در قسمت کالم وید به مو اندازه که شما بخوایی به مو اندازه برای شما فیت می سازه مثلا. همه شده یک رقم. آره خوب است. این حال در قسمت دیگه که هسته چی است؟ اول چی گفته روهای. یعنی بلندی چی رو تعیین می‌کنه برای ما شما؟ روها را. مثلا خیلی وقت هسته که قلمی است. قلمی امکان چی نیست که در این سل شما نام قلم نام نوشته کنی با قلم. یعنی کوچیک است. پس حتما خانه ها رو انتخاب منی میل قسمت فرمت در قسمت روهای 14 است استاد در چه میگه میره 22 جور کنم. میگه میگه منتر سعی کن روها را فاصله هایش رو چیکار کرد؟ بیشتر. پس اگر بخوایم که نه این کم شده حتما میده این قسم زیاد شده میگیم 20 جور کن. بعدش میگیم انتخاب مونیم میگیم انتر مناسب جور کن. این حال در قسمت دیگه چی هستم؟ گفته که آتوفیت روهای. یعنی این آتوفیت اوتومات برای ما شما فیت میسازه به اندازه محتیات ما. مثلا از قسمت بالا همین طریقی که ما ستونا را سلک کرده آمدیم این روها را به همون شکل فیت میسازی چی انتخاب مونی از همه قسمت آخر مشکل دبل کلیک کنی به جای دبل کلیک اگر نکنی میایی در قسمت فرمت میگی آتوفیت روهای. یعنی به شکل چی فیت بساز؟ به شکل اوتومات فیت بساز به اندازه محتیات. پس دبل کلیک ما با اینجا آمدن ما هر دو تایشی یکی هسته. ای دیگه شی آتوفیت تو کالمه ای دیگه شی آتوفیت تو رو هسته که ایره شما میتنی. اما رایی که بسیار راحت و حرفه ای شما کار مونید ای هسته که شما سلک کده میده آخر دبل کلیک کن ای برای شما راحت هسته. هر کس هم مگه آفرین خیلی زود سری کار کرد برای من. پس این دو تا رو شما یاد گرفتید. دیگه شی هسته دیفولت بید. دیفولت بید و استاندارد یک دونه کالم را برای ما نشان میده که از قبل چه قسط از قبل چقدر بوده. 8.1 چند هستن؟ 11 است. یعنی استاندارد یک دونه ستون به طور پیش فرض 8.11 است. خب این شد خلاص. دیگه در مورد ویزیبیلیتی است. ویزیبیلیتی مربوط به هاید و ان هاید و شیت هاید و مثلا رو هاید و اینی تا چیزا میشه. کالم هاید میتونی، رو هاید میتونی و شیت هاید میتونی. اما دیروز شما خوانده بودید که شیت هاید میتونی اما در مورد کالم و رو هنوز چیزی را کار نکردیم. نه خیلی وقت هاست که ما یک ستون مربوط یک نفر میشه ما میخوایم هاید کنیم. مثلا ستونی 27 28 یا 27 میخوایم هاید کنیم. بالاش راست کلیک کنید هیچ گودم هایدینگ
نداره. داره در این قسمت نداره. پس کارسر در این قسمت مگذاری، در قسمت فرمت میایی، بالای هاید میایی. اگر رو را هاید کردی میگیری هاید رو، اگر کالم را هاید کردی میگیری که هاید کالم. پس مثلا که 22 چندم هاید 27 گم شد. اما کسایی که زرنگ باشه، متوجه کارا باشه، از قبل خبر داشته باشه، در قسمت کالم هیدینگ که دقت کنه، اینجا کمک یک چیز فهمیده میشه. مثلا اونجا هم گم هستن یا اینجا هم یک چیز فهمیده میشه، این خطا هستن. و نام یک نفر مثلا به نام حمید است، نوشتم نام حمید، اینم میخوای هاید کنی، کارسر در این قسمت میگذاری، می مثلا در این قسمت می بالای هاید، این دفعه میگیم رو هاید. اینجا هم سعی که با نمبر رقم یک علامت نمیشه 11، اگر یکم فکر دم باشه. ولی اگر بخوای پس بری بیاری، حتما می در این قسمت اینجا ان هاید رو، ان هاید کالم، ممکنه جواب ندیه. چرا جواب نمیده؟ به خاطر که سلکت نیست. ببین پس اومد اینا رای حل چی هست که بسته همو ساحه جدول یا دیتابیس خود سلکت منی، در قسمت فرمت میایی، در قسمت هاید ان هاید روز ان هاید کالم رو استفاده کنی. هاید روز هاید کالم سعی کن سه تایش مربوط به هاید کردن میشه، سه تای دیگه اش مربوط به ان هاید میشه. آره 6 تا آپشن هست ایجی. پس میگیریم ان هاید رو، حمید پس اومد. اگر بخوایم که مثلا روز جمعه 27 اون پس بیاریم، میگیم ان هاید کالم، دیگه کالم هم پس سر جای خود پس اومد. شیت خوش اومد درس خوانده بودی، از همین جا میتونی هاید کنی شما، و از اینجا میتونی پس دوباره ان هاید بکنی. اینو کار کنم برای شما یا نه؟ مثلا من یک شیت جور نمون جی دای شیت هم زیاد نوشتمونم که تست کمی تست نشانی باشه. حالا اگر بخوای از اینجا هاید بکنی مثلا میگیم هاید خلاص شد. ولی اگر بخوایم پس بیاری موشک از اینجا پس بیاری، از اینجا هم هاید کنی، می ان هاید چی استفاده می گودم شیت هاید هستن، شیت دو میگیم اوکی، پس شیت دو رو برام پس. آره اینی طریقه هاید کردن یا مخفی کردن شیت ها هستن. این هم شد خلاص. دیگه اش به نام اورگانایز شیتس هستن که مربوط رینیم کردن، موور کاپی شیت، تاب کالر، هر سه تا گزینه که اینجا برای شما اومده ما دیروز کار کردیم برای شما. مگم از کجا کار کردیم؟ بالای شیت که راست کلیک می‌کنیم یک عالم محتویات هست. موور کاپی دیگه چی بود؟ هاید، تاب کالر، رینیم، دیلیت، انزرت. اینم یار از هیچ کار کردی بنا. مگم راحت برای شما این شاید باشه. دی دل خود شما نیاز به کار عملی شاید نداشته باشه، چون اینا رو دیروز برای شما خیلی زیاد کار کردیم، دیگه امروز دیگه نیاز شاید نباشه که رینیم بکنی، موور کاپی بکنی، تاب کالر یا از رنگ استفاده کنی، چون روی ساده او هست نزدیک هم واسطه ها. و از اینجا رینیم دبل کلیک هم میتونید نه، و موور کاپی نمونه گیری میتونید. حاضری برای ما مثلا جوزا جور کنید، برای سرطان جور کن، برای دیگه شیر کن، برای دیگه شیر کن، مثلا فکر کن شما هستی. از اینجا هم زموز و شیطا کار روش از اینجا هم امو چیز هسته، هیچ فرق نمیده، دو پوزدهش گاهی مردم ها که یک چل روش خواه. دیگه چی هسته؟ پروڈکت شیط، پروڈکت شیط، صحیح نه؟ پروڈکت شیط که هسته مربوطی امنیتی؟ قلف روشه. اما بیا که با یک قلف مثل قلف درست تکراری برای شما کار نکنیم، کاری کنیم که فکر کو مثلا اینجا ما یک فرمول جرمونم، فرمولایی را که شما البته تا حالا خواندید، به خاطر از اینکه فرمول خوب بلد هستید، به او خاطر که ما این چه مثال خود عملی خوب سعی کار کنم، این رو نوشتم نم ابسن در این قسمت، ابسن در سی نوشته که خب اینجا نوشتم نم ابسنت سعی نوشته که ای پی اپ absent درست ہے نا ابس ہمیں طرح ٹھیک ہے ایک دفعہ اشتباہ ہم شکر علی ہے نا این چیز نوشتم رو پرزنٹ نوشتم این دفعہ پی آر چرا امروز در کشت پرزنٹ پرزنٹ ای پرزنٹ هست هر دو تا رو میخوایم حتما جا به جا مونید نویش رو شما یاد دارید بس از ما که بهتر و فرمول تطبیق کنیم مثلا نوشتم به طور مثال count if آره قوس باز مونید مگه از خانه اول تا آخر اگر پی نوشته شد، ای نوشته شد مثلا ای را گفتیم به جای ای چی نوشته منی؟ ای ابسنت او نوشته منی. چرا او نوشته منی؟ کاما میدید دبل کوتیشن، کاما دبل کوتیشن ای یا ای او نوشته منم درست اینه دبل کوتیشن کلید انتر صفر برامد. دیگه چی هم نوشته منم مثلا کاونت اف قوس باز نم
از اول تا آخر را مثلا سلیک کنم. همه ای کارا فقط به خاطر از اون مثال است که آمد دبل کوتیشن پی اگه نوشته شد حساب بگو برای ما. اما فرمولا را تنظیم مونی پیش از پیش برای دیست یک استاد میدی، مثلا کش مونی به اندازه تعداد شاگردایی که در صنف است، ممکنه 20 نفر باشه، 30 نفر باشه، 10 نفر. اگر جدول تکمیل جور کنیم ببینید اینجا یک نام هم نوشته کردیم به شما. این در این قسمت کسی که ندانه نفهمه یا خبر نباشه فکرش نباشه اندک دست چی بخوره فرمولای ما را خراب کنه، اون نه خراب کنه. اما شما باید پیش از پیش امنیتی جدول خود باید بگیرید که کسی اشتباهاً اگر بودم جای مهم یک جدول ما کلیک کرد اون خراب نکنه، به خاطر که فرمول است. با یک صفر وارد کردن از ما، با یک اندک کامه که وارد کنی یا عدد دیگه وارد کنی یا گروه دیگه وارد کنی دیتابیس ما خراب میشه دیگه. اینی چیز از تغییرات میه. میخوای جدول هم نوشتش دیت کنی باز نوشتن کنی محاسبه فرمول از بین نره. او گپ نداره. اینولی مثلا ما منظور نیست است که فکر کنید این قسمت تمام ا نوشته که دی ما. پی نوشته که پی به معنی پرزنت 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 تاخیر نوشته که، ولی ایره برای مای دیگه هم میخوای جور کنی راست کلیک مونی مور کاپی ده مای دیگه پر میشه خانه پوری هستن نفرامو نفر مگم خانه پوری هستن. باز شما صحه ایره که معلومات انتر کردی او رو دلیت کنی دیگه فرمولش رو دلیت نکن دیگه. آره صحیحی که معلومات انتر کردی برای از ما او رو حذف کنید. همین تیک مارکر رو مثلا احمد چند روز غیر حاضر چند روز حاضر داره همین تیک مارکر رو حذف کنید دیگه، نیاز نیست که ابسنت و پرزنت شما چیکار کنید از دلت بکنید، بازیرا هیچ وقت دلت نمونید. ما هم به خاطر از اون این امنیت چرا بالا میبریم کسی اشتباه نتونه دلت کنه، کسی نتونه ادیت بکنه. پس شما چیکار میکنید؟ خب جدول خود به این ترتیب یک بار سلیک مونی، البته منظور من همش سر پروداکشن هسته. خب به خاطر از اینکه ایر لاک بتنی این قسمت اعلام بگذاری، این قسمت ابسنت و پرزنت لاگ بتنی، همه جدول رو باید رقم سلیک کنی، بعد در قسمت نمبر بیایی این یک نمونه برای شما یک روز کار کرد میاد شما یاد باشه. پروداکت شیت میتونم بگم که انلاک، این لاک است، لاکت قفل دیگه نه، این رو میتونم بگم انلاک. صحیح شد یا نه؟ پس محیط گرفتم انلاک کردم، آل صحیح فرمول را انتخاب مونم از اول تا آخر. پس دوباره مرم در قسمت پروداکشن، این دفعه چی مونم؟ لاک میکنم. صحیحش دینا اگر خواستی که فرمولای ازیرم کسی نبینه از فرمولای ازیرم استفاده نتنه بازی را هاید بذارید، من این را هایدم مونم که فرمولا معلوم نشه. آل مهم در قسمت پروڈکت شید سر از ایک کلیک کنم، فقط پسورد وارد نیم بس خلاص. اوکی آل در اینجا کلیک کنم، این اینجا کسی میتنه مثلا پی نوشته کنه، اما سایی که فرمولای ما دقیق کار مونه در اینجا میتنه کسی این نوشته کنه. ای چی نوشتم کنیم؟ او نوشتم کنیم بباشتایی که او مثلا چند روز او اینجا پی ببین همهش کارمونه فرمولای باید نه. یعنی قشنگ میتونی که اطلاعات وارد بکنی اما فرمولا را کسی بخواید دست بزنه یا اصلا بخواید ببینه اصلا دیده نمیتونه. میفهمد که از کدام فرمول کار کردیم؟ نه، حتی فرمول هم هاید کردیم. آره فرمول هم هاید کردیم، هر چقدر کسی زور بزنه دبل کلیک کنه تازه برایش مسیج میده گفته قفل است. کسی بخواد عدد وارد کنه خلاص، کسی بخواد مساوی نوشته کنه فرمول دیگه ای وارد کنه خلاص نمیتونه. خدا را به خاطر نه دیگه کجا وارد نه فرمول خراب نمیتونه، عدد میتونه اما در اینجی اگر عددی بغیر از او وارد کنه مثلا عددی بغیر از او چی هست؟ ای وارد کرد بودم تغییرات میاد در فرمول، هیچ کسی حساب نمونه فرمول. اگر مثلا آر نوشته کنه حساب مونه برای جی؟ نه مجبور است که او نوشته کنه، مجبور است که پی نوشته کنه. او به من فرمول واسه نشون نمیده، اونجا فرمول دیگه نشون نمیده که ای او را شما خواندید که چرا من او گرفتم. میدونید چرا او گرفتم؟ نه او خو پرزنت است. آفرین، به خاطر اینکه اگر بخوایم ابسنت باشه با ای باید بزنم نه، ولی اگر بخوای چرا او زدیم به خاطر اینکه اون چلوپایی که با شما میتونی او را در چلوپا را یا در او تنظیم بکنی که ایرم یاد چون رفته به نظر من که از این قسمت میتونستی ویب دینکس دو از قسمت آخر میتونستی که چی را انتخاب کنی برای خود؟ ویب دینکس دو را، ویب دینکس دو کجا هسته؟ اینجی ببینیم کار میدی یا نمیدی، اما متاسفانه کارم نمیدی. چرا؟ به خاطر اینکه پسورد گذاشت میذاری. فقط تنها کاری که میتونه یک نفر با اینمی فرمت، با اینمی دیزاین، با اینمی شکل پیش بره، با اینمی دیتابیس. این بسیار کاری داره. این کار خوب است خواه؟ فیسبوک ها رو حالا کلی باز یکی در وانس یعنی قوی قوی باشه بخیر. قوی باشه آره این پسورد هم این اینمیز رمزا قابلی برداشت است. خب این قصه هایی بود که انفورمیشن اضافی بود.
خب پس دوباره اگر بخوای خب خسته خونه کن شما میم بالای فرمت پس برای از بین بردن چه حتما ان پروداکت میگی صحیح است نه پس میگیم اوکی خب این پسوردی که ما گذاشتیم وری بیگ بود یعنی یک دسته بود این آره ها ایدی خلاص شد او خب اینیالی میم ادامه ازی پسیر ان پروداکت کردیم خلاص شد نه ان پروداکت که تمام ازی ها راه شده این لاک سیل رو در اونجا کار کردیم این هر دو تایش یک هسته خواه از اونجا میتنی از اینجا میتنی فارمت سیل این فارمت چی هسته که رو شما در آخر باید کار میکردیم این اونجا ما پشتستی کردیم از اینجا رفتیم آره این از اینجا هم قابل دست راز هسته ولی رایش در اصل نزدیک از این هسته از اینجا باید کار کنی اما اونجا هم هسته خیره و فیل هم خانده باردر خانده فونده خانده الائمنده خانده نمبر هم خانده این شد خلاص در قسمت دیگه به نام آتو سم داریم آتو به بنای اتومات اتومات سم بکو اتومات اوریج بکو اتومات کاونت نمبر کو اتومات مکس بکو من بکو مور فانکشن اینا میاره همش رو یاد برید مثلا عادتی که در قسمت بالا نشته کید فرض کو میم داشتی دیگه اینجی اینو دیلیت میزنیم در این قسمت ممکنه ایگن وان ساب کنه مثلا میگیم که سالری حالا اینجی قسمت پایین سلکت کنیم تا قسمت آخر یک عدد دیگران نشته کنیم انتر این اینجی میم که رو تو سم بونیم مثلا آتو فکر که وظیفه آلتو مثبت انجام میده اوتومات سهش دیم انتر اینه قشد پای سهشی بیا اگر بخوای اوریج کنی اتومات برای شما اوریج میکنه سر زی کلک کو اگر بخوای مثلا مکس کاونت بکنی ایخ با شمولی دوتا رو هم میگره سهی اینجا فرمول کار بریم کل گره خیر مشکل نیه کاونت حساب کردن و مکس بالاترین عدد رو پیدا مون از اینجی و مین اگر بخوای پایین ترین احنا دارا پیدا مونه آره خویی به خاطر ازی که ای اینیا که است شاملی از این پکش یک جایی میشه دیگه ای از این جای حساب مونه تا آخره دیگه آه شما را دارید مثلا کی کارا کنی بیایی ده اینجا کاونت نمبر یا مکس یا من بگی اما بگی دوتا را اضافه حساب نکن برای من میتونی اینی را بیایی بالا ده این قسمت ببری این اینجا یا که از نو سلک کنی مثلا انتر تا این اینجا حساب کن برای من فقط سلک کنید خواهی نخواه میتونی ده اینجا اینجی که است چی نداره خواستم اینجی نداره شما باز اینجی میده این رقم میتونی نوشتم این مساوی این اینجی مثلا مساوی منفی هر چیزی کرد اینجی عددی بالا رو انتخاب کو اینه میره منفی مثلا فرض کو چند بذاریم منفی 100,000 این بچه انترشت غلط چی داشته خب این اشتباه شده در اصل در منفی چند خانه باز کار نمونه خب مجبوریم یک بار توتال کنیم یک بار منفی کنیم یک خانه کار نمونه آره ما اشتباه ما در اینجا بود که چند خانه را صدق کنیم سعی نوشتم اونه مساوی مثلا این اینجی اینی عدد کلا را انتخاب مونی سعی نه اینی میره منفی مثلا 50,000 یا 40,000 این جواب میده این که ما چند خانه را سر تا سر انتخاب کنیم او غلطه کار رویش کار غلطه آره او بازیم کانچ هم نیست بازیم اول باید جمع شنه بعد از مجموعه منم شنه کم شنه خیلی وقتا خواه ای از اینجا دیگه هسته مور فانکشن شارکتی مور فانکشن شیفت با F3 هسته خواه F3 کلک کن انزد فانکشن میه یا مور فانکشن کل فانکشن هایی که شما تالا خانده مثلا تالا خانده یک بقدار شده مانندی هایپرلینک مانندی کاونت مکس آره شیفت با F3 شیفت با F3 بازی اینجا هسته بیا که یک نمونه از اینجا برای شما کار کنیم خواه؟ مثلا ما فرمولی رو پیشتر اینجا کار کنیم نوشته کنیم بنامه مساوی count f مثلا از b f تا d مثلا هفته برای ما حساب کنیم a نوشته شد اگر b نوشته شد حساب کنیم شما اگر بخوای از اینجا تطبیق کنی برای شما خیلی ساده است خواه؟ من اینجا shift f3 رو میزنم ای باز میشه زمانی که باز شد از این قسمتی or selected categories از قسمتی کاتگوری میتونی که all function بگیری all function یعنی تمام function برای شما لیست نه ممکنه در اکسل 400 دانه function 500 دانه function فرض کن مثال 800 دانه 900 دانه 1000 دانه function باشه صحیح یا نه function یکی فرمول داشتید یکی function داشتید خب آره پس اینجی ما اگر بخوایم کاونت رو پیدا کنم حتما سیره پرس کنم ها سیره سیره که پرس کنم مرم به طرف پایین صحیح یک بار سر صدا نکن خب ما به طرف پایین سعی کنیم اشتای count f f پیدا شد یا نه سیر فشار داده بوری این رقم اگه سکرول کنی برای شما پیدا نمیشه سیر فشار میدید فرمولی یا فنشنی که با سی شروع شده باشه سیر فشار میدید با آی شروع شده باشه آی فشار میدید با بی شروع شده باشه بی با ام شروع شده باشه ام پس سیر فشار دادیم count f اما بگی اوکی زمانی که اوکی میگی گفته رنج چی هستن کریتریا چی هستن کریتریا اما شرطی هستن که ما تعیین مونیم رنج ساحه ای هست که ما انتخاب مونیم فهمیده نه؟ حالا این را میتونی منیمایز هم کنی سر از این کلک کو به این رقم منیمایز شود
که یعنی خلوت معلوم شد، میگیم از همین قسمت تا بین قسمت هم دیگه دبل کوتیشن و کامه کار نداره، میگیم اگر او نوشته شد به ما حساب کن. فقط تنها چیزی که تایپ منی او را تایپ منی، بی را تایپ منی، سی را تایپ منی، اما دیگه دبل کوتیشن و کامه را دیگه نمونی، این جور منه خود چی برای تو زمانی که میگیم اوکی آلی ببینید دقت کن این چیزی که آلی این همون چیزی که ما دستی کار میکرده با همون چیز برای ما گفته یا نه مساوی کانت اف بی 7 تا ای ای 7 کامه دبل کوتیشن او را به ما حساب کن. آی رای میان بور که چی آسان راه است. بازم میریم در همین قسمت خان، بازم میتونی کاونت ایر فشار بدی، باز خیلی بچه دارم ما از اینجا بخیر ما شما کار رونیم، بخیر نگران نباشید. کاونت 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 مطابق با ای که با سی زیاد است، کاونت ای کاونت بلند کاونت اف، مگیم اوکی این دفعه مگیم ساحه انتخاب شده کجا است؟ ساحه ایره که ما میخواییم سلیک کنم حتما اینجی است و این دفعه مگیم پیک شروع شد برای حساب کنم، مگیم اوکی این از اون چیزی که با چی گردیم برای ما کار. نه ولی یاد نداده چی مزه همه کسید بسید بزدارین جبو چی علامت ضرب کیف کار نمونه؟ علامت آره چی تو کار نمونه؟ او خوب کار، او خوب کار ازیه که ما بعدنا فرمت اضافه همونیم، او خوب کار اینجی است، کار در فرمول نداره او بس اینجی، اره اینجی نما ساهره اره اره اینه مثلا اینجی که ما تیگمار زدیم، فکر کن اینجی تیگمار میزنم، یعنی شیفت با پی میگیرم تیگمار میزنم سعی که یک بس شیفت با او میگیریم مثلا چلوپا میزنم، یه خوب کار با او نداره بس. فهمیدش بخیر؟ یک تا مثال لازمی کار کنیم یا بازم مثال کار کنیم؟ خلاص خواهی فیل و کلیر و سورت و فاین سلیکت و من درسته نه؟ خب فردا عزیز خلاص مونیم، اسکیپ مونیم، تقریبا خیلی چیزایی شده که زود تخرا شاید ازاد امین کنم مینوهای هم زیاده مینوی که زیاد هسته هوم هسته دیگه که هسته انزرت هم زیاد هسته، ولی اکثریت هزار شما در ورد خواندید ما از اینجا زیادیش رو صرف نظر مونیم و مینوی دیتا هم یکم زیاد هسته دهی مینوی فرمولا خوب بخی زیاده، مینوی دیتا هم زیاد هسته. خب پیشنهاد دیگه دارید؟ سوال خونی هسته؟